درود و سلام بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ایران فردا. فرامرز فروزنده هستم و در این ساعت 91مین برنامه از مجموعه مرغ سحر رو به شما تقدیم میکنم. همکارانی که من رو در تهیه این برنامه همراهی میکنند عبارتند از آقای علی و آقای پومن. کارگردانی برنامه در ضبط برنامه با آقای علی هست و همکار همیشگی من. اجازه بدید با توجه به اینکه برنامه خاصی است این برنامه امروز، از مقدمه کم کنم و بر مبلغ اضافه بکنم و بلافاصله بعد از این مقدمه بسیار کوتاه برم به سراغ مهمان عزیزمون که امروز در سومین جلسه پیاپی برخلاف سنت برنامه مرغ سحر که تا کنون مهمانی نداشتیم، سه جلسه پیاپی دعوتتون بکنیم، از ایشون به دلیل اهمیتی که به عنوان برنامه ساز برای حرفاشون قائلم و بقایایی که در جامعه ایرانی در خارج از کشور میگذرد نظرم رو جلب کرده، باز هم از ایشون دعوت کردم، محبت کردن، قبول کردن و تشریف بودن آقای دکتر اسماعیل نوری علا. اما اجازه بدید که مقدمه رو قبل از سلام علیک با دکتر نوری علا با شما مطرح. روز من از مشتریان پرفاقرص شبکه های از نوع CNN و MSNBC در آمریکا هست، یا می شود گفت تا قبل از این کرونا بوده ام. در جریان کرونا، یعنی این همین بیماری که آمده و تمام جهان رو گرفته، آقای دونالد ترامپ هر روز تا روز جمعه گذشته که دیگه از غیر این جلسات گذشت، هر روز می اومد و با شخصیت‌های مسئول در مورد اتفاقاتی که افتاده، پیشرفت‌هایی که کردن، مسائلی که دارن هم صحبت می‌کرد، همین شخصیت‌ها صحبت می‌کردن و هم به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ. البته ظاهراً آخرین باری که این برنامه رو اجرا کرده بدون اینکه به پرسش خبرنگاران جواب بده روز جمعه گذشته، چرا که وقتی من هم نگاه میکردم بسیاری از این پرسش‌ها پرسش‌های سیاسی بود برای به حاشیه روندن دونالد ترامپ، ولی کمکی به حل هیچ ماجرایی نمی‌کرد. به هر حال جمعه گذشته ایشون از خیر این جلسات گذشت. از اینکه بگذاریم، دو هفته قبل وقتی شبکه CNN دست به یه اقدام به نظر من غیر حرفه‌ای و مضحک زد، و اون اقدام غیر حرفه‌ای و مضحکش این بود که در وسط این کنفرانس وقتی رئیس جمهور صحبت نمی‌کرد و یک از این شخصیت‌هایی که آورده بود معرفیش کرده بود و صحبت می‌کرد، برنامه رو قطع کرد و رفت تجزیه و تحلیل برنامه ساز خودش به عنوان تحلیلگری که آورده بودن رو پخش. این خیلی منو عصبانی کرد و همون لحظه بنا به توصیه دوستی که او همیشه تماشاگر فاکس نیوز بوده، من علی‌رغم میل قلبی خودم، چون فاکس نیوز یه شبکه راستگرای آمریکایی است، به فاکس نیوز سویچ کردم و دیدم او کماکان این کانال کماکان مشغول پخش صحبت‌های رئیس جمهور و جلسه را قطع کرد. خب همین سبب شد که پای من به فاکس نیوز باز بشه و چهارشنبه گذشته 22 ماه اپریل مشغول تماشای برنامه‌ای بودم از شبکه فاکس نیوز که دیدم اعلام کرد که کامینگ سون اینترویوی داره، مصاحبه‌ای داره، به فارسی صحبت کردن منم هیهات، به زودی مصاحبه‌ای داره با آقای مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا. آقای مایک پومپو با اومد که کل مصاحبهش اصولا فکر میکنم بیشتر از 5-6 دقیقه طول نکشید و حدود 2 دقیقه از این مصاحبه شاید صرف مسئله خلیج فارس شد. در این گفتگو آقای مایک پومپو اشاره کرد به مزاحمت هایی که قایق های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای ناو آمریکایی، ناوهای آمریکایی ایجاد میکنند، و در این سخنرانی که با تومعنی توجه داشته بود، مایک پومپو قبل از اینکه وزیر امور خارجه آمریکا باشه، الان برای مدت چند سال رئیس سازمان
اطلاعات و امنیت آمریکا CIA بود. بنابراین حرف لغ و اینکه متوجه نباشه از دهنش بیرون نمیاد. آمد و ایشون در توضیح گفت بله خیلی با صراحت و با تمانینه گفت یاره این مزاحمت ها در خلیج عربی. برای من خیلی شوکان بود یه همچین سخنی از زبان وزیر امور خارجه آمریکا، ولی گذشت و فکر کردم که چطور میشه. اون شب برنامه شبانه آقای همایون، شهرام همایون در کانال یک رو نگاه میکردم که یکی از بینندگان آقای شهرام همایون در اون برنامه برای ایشون پیام فرستاد و اشاره به این حرف کرد و آقای همایون هم در پاسخ فرکش گفتش که اگر این کار کرده باشه کار خیلی بدی کرده و ازش گذشت، چون در متن برنامهش جا نمیگیره. روز بعد درست من دوباره شبکه فاکس نیوز رو نگاه میکردم، دیدم اعلام کرد که در برنامه آقای شان هنیتی که معروف ترین تاکشوی شبکه فاکس نیوز هست، آقای مایک پومپئو گفتن که دوباره صحبت. آقای مایک پومپئو در مورد دو مطلب صحبت کرد. مطلب دوم بیش از یک دقیقه و پونزده ثانیه بیشتر طول نکشید، باز در مورد همون مطلب روز قبل بود که در برنامه خانم لری اینگرام صحبت کرده بود و در اونجا از خلیج عربی یاد کرده بود. آقای مایک پومپئو خیلی همون حرفا رو تقریبا میشد، یعنی من هرگز متوجه نشدم اصلا چرا 24 ساعت بعد ایشون دوباره صحبت کرد. در صحبتی که کرد به همین مزاحمت های سپاه پاسداران در خلیج فارس اشاره کرد، ولی هیچ نامی از هیچ خلیجی نیومد، نه خلیج فارس و نه خلیج عربی. بعد از این ماجرای نام خلیج فارس و نامی که آقای مایک پومپئو کرده بود بالا گرفت و منجر به عکس‌العمل‌های در این زمینه شد. عکس‌العمل‌های مفصلی در این زمینه شد و نامه‌هایی رو نوشتم. بعد از 24 ساعت که مصاحبه دوم آقای مایک پومپئو در کانال فاکس نیوز انجام شده، قبل از اینکه مبارزه تلویزیونی با ایشون یا هشدار دادن تلویزیونی به ایشون از سوی تلویزیون‌های 24 ساعته بتواند به وزارت امور خارجه آمریکا رسیده باشه. به هر حال باید گفت این هوشیاری و این توجه شخصیت‌های ایرانی نسبت به این مسئله در خور ستایش و در خور توجه است. حالا بریم سراغ شخصیتی که امروز خیلی حرفا من باهاش می‌زنم، آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا. به ایشون سلام عرض کنم و در همین بعد از سلام بپرسم عکس‌العمل ایشون و نهادهایی که ایشون باهاشون کار میکنه، مؤسسشون بوده، مشاورشون بوده، هر چی که هست در این رابطه چیست. به شما درود میفرستم آقای دکتر نوری‌علا. منم سلام میکنم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و بینندگان و شنوندگان این برنامه. خب سوال رو که فرمودید و من هم باید پاسخ بدم. من فکر میکنم که این یک بازی تکراری هستش که باید ریشه هاشو پیدا کرد. ما تا موقعی که این حکومت اسلامی در ایران برقرار هستش از این مسائل روبرو میشیم باهاش و سیاست های دولت های مختلف هم در این مورد تفاوت خواهد کرد. ما هم موظف هستیم که در همه این موارد واکنش درست نشون بدیم و به اینا تذکر بدیم که این کلمه مثلا غلطه. ولی اگر یادتون باشه در همون اوائل انقلاب اسلامی بودش که پیشنهاد کردند اسم خلیج رو عوض بکنیم بذاریم خلیج اسلامی، یعنی اینکه تعویض این نام ها یک مسائل سیاسیه که اگر در ایران یک حکومت ملی بر اساس حاکمیت ملی مستقر بود، عرض کنم که ما دیدیم در زمان جمال عبدالناصر هم این قضیه مطرح شد، واکنش پادشاه آخر
سلسله پهلوی هم دیدیم. به اول به اون آقای مایک ولس گفتش که شما در موقعی که مدرسه میرفتید به این خلیج چی میگفتین؟ اون گفت خلیج فارس. گفتش پس چرا حالا یهو میگید که خلیج؟ حتی عربی هم نه. و اون خندید و شونه هاشو بالا انداخت به این معنی که خب کار عرض کنم که سیاست است. به حال من خیلی خوشحالم که همیهنان ما راجع به این مسائل انقدر آگاه هستند و عکس و عمل نشون میدن و به خصوص نامه‌ای که خانم شکوه میرزادگی از طرف بنیاد میراث پاسارگاد به آقای پومپیو و کاخ سفید نوشت به نظر من خیلی اقدام مهمی بودش که خب من هم خوشحالم که در بنیاد میراث پاسارگاد هستم و در هیئت عمرش هستم و نظر من این هستش که این بازی ها هیچ کدوم نتیجهی بلند مدت نخواهد داشت. خلیج فارس همیشه خلیج فارس بوده و همیشه هم خلیج فارس باقی خواهد ماند. کاملا درسته. یکی از نامه های خیلی مفصل و با ارزش که در این مورد نوشته شده از سوی خانم شکوه میرزادگی است، همونطور که اشاره کردن، از سوی بنیاد پاسارگاد، حفظ میراث فرهنگی ایران و فوق‌العاده به نکات اساسی و دقیقی رو اشاره کردن خانم شکوه میرزادگی. و اما بینندگان عزیز، این دو گفتگویی که من با آقای نوریالا تاکنون داشتم، امروز امیدوارم این جلسه پایانی گفتگو در این زمینه باشه، مورد توجه دوستان و دست‌اندرکاران کارهای سیاسی قرار گرفت. فرصت برنامه کمه و من نمیتونم در واقع ذکر بکنم، بخونم، حتی ایمیل هایی رو انتخاب کرده بودم که روی صفحه بگذارم، ولی فکر میکنم نمیرسیم. بذارید که مستقیم بپرسم. از آقای دکتر عبدالستار گشوکی هم یک ایمیل مفصل دریافت کردم، خطاب به آقای نوریالا، که باید این رو برای ایشون بفرستم و ایشون به هر ترتیب که میدونن یا در برنامه دیگری یا به هر دیگری توضیح بدن. اما اونچه که خودم از ایمیل مفصل آقای عبدالستار گشوکی خطاب به آقای نوریالا خواندم رو احتمالا در یکی از سوالات خودم مطرح. آقای دکتر نوریالا، اگر اشتباه نکنم، نقل به مضمون میکنم اونچه که فهمیدم از صحبتهای شما، در برنامه اولی که با شما صحبت میکردم شما اشاره کردید که در تلویزیون کانال یک برنامه، در برنامه آقای همایون، در گفتگوی مشترکی که با آقای دکتر الهیار کنگرلو داشتید، موضوع این که به هر حال یه جایی در نیویورک دور هم جمع بشید و اونجا بشینید با هم صحبت بکنید، اینا مطرح شد و آقای دکتر کنگرلو این رو موکول کردن کسانی که میخوان شرکت کنن اول باید رهبری و خلاصه پیشگامی یا ریاست، هر جور اسمشو میخواید بذارید، مهم اون نیست، شاهزاده رضا پهلوی رو بپذیرید. خب الان به طور صریح و آشکاری شاهزاده رضا پهلوی مخالفتش رو با تشکیل دولت در تبعید اعلام. اما خب همین آقای دکتر الهیار کنگرلو که رابطه خودش با شاهزاده رابطه شمس تبریز و مولانا میدونه، البته من نمیدونم این چجوری میخواد، اصلا قابل شباهت رابطه ایشون با رابطه شمس تبریز و مولانا، آقای دکتر کنگرلو برخلاف رأی شاهزاده بر تشکیل دولت در تبعید تأکید و چندین بار هم آقای شهرام همایون در کانال یک از ایشون پرسیده که آیا واقعا مصر هستید در این زمینه یا نه، ایشون هم گفته بله و ظاهرا اقداماتی رو در این زمینه میکنه. خب حالا که هم آقای شهرام همایون، که آقای شهرام همایون هم معتقده به این که همه چیز در ابتدا در شاهزاده است، هم آقای الهیار کنگرلو درست برخلاف رأی شخصیتی که بهش اعتقاد دارن عمل میکنن،
و بنابراین اونها رهبری شاهزاده رو در این زمینه قبول ندارن در این مقطع زمانی. چرا شما فکر نمی کنید که بسیار خب پس مشکلی بر سر راه نیست، شما میتونید، یعنی خود شاهزاده هم مسیرش رو عوض کرد. بذارید یه نکته رو بگم خدمتتون قبل از که پاسخ بدید. با سفری که بانو یاسمین پهلوی به یونان کرد و پناهگاهی که چادرها و کمپ پناهندگان ایرانی رو در اونجا مورد بازدید قرار داد، این بازدید یکی دو روزی هم به طول انجامید، حالا انگیزش هر چی که بود، به نظر من یه اقدام مثبتی رو خانواده پهلوی انجام دادن، لااقل از نظر دلگرمی دادن به پناهندگان ایرانی. حالا از این تو چی در بیاد این رو من نمیدونم، و به عقیده من میرسه که شاهزاده رضا پهلوی و خانواده پهلوی دارن میگن ما در زمینه این قبیل مسائل همکاری میکنیم و وارد صحنه میشیم و اقدام میکنیم. پشت سرش هم من نمیدونم پشت صحنه چی میگذره. و شاهزاده رضا پهلوی دیگه نه با شما خیلی کار داره و نه با آقای الهیار کنگرلو و نه با آقای شهرام همایون. خودش و سه دخترش و همسرش و مادرش در واقع حزب پهلوی رو دارن، این حزبی که امروز معتقد به این نوع مسائل باید پرداخت، این به این مسائل میپردازن. حالا چقدر این به پیشبرد اپوزیسیون کمک میکنه اینو من نمیدونم، ولی به بالا بردن روحی درمان پناهندگان درمانده ایرانی بدون تردید اثر مثبت داره. اینو به عنوان حاشیه عرض کردم، این داستان رو بذاریم کنار. الان نه آقای الهیار کنگرلو و نه آقای شهرام همایون به رهبری شاهزاده در تشکیل دولت در تبریز اعتقادی ندارن، چون ایشون صریحا مخالفت کرد. شما هم که اعتقادی ندارید شاهزاده در هر اجتماعی باید ابتدا ما بگیم به نام نامی شاهزاده رضا پهلوی و بعد شروع کنیم حرف زدن، شما هم جزو این گروه حساب میشید. خب چرا نمیتونید با هم نزدیک بشید الان که اون به صلاح زمینه اصلی به این شکل فراهم شده؟ مانع چیه در این مرحله آقای نوری علی؟ عرض کنم که خب این یه سوال جدیدی است که ربط چندانی هم به دو تا برنامه قبلی که با هم داشتیم نداره. من حرفم این بود در اون دو تا برنامه قبلی که اطلاق کردن نام دولت در تبعید به این ماجرا غلطه از لحاظ علمی، و اشاره هم که شما با آقای دوشوکی کردید و نامه‌ای که خطاب به من نوشته و سعی کرده من را آگاه بکنه که حرفای تو بی ربطه، البته هم به صورت ایمیل برای من رسیده و هم در سایت ایران گلوبال منتشر شده. من هم امروز یه جوابی به ایشون خواهم داد و به عنوان یه دانشجوی علوم سیاسی برشون توضیح میدم که ایشون زیاد از لحاظ اصطلاحات آگاهی ندارن. به نظر من هر کسی هر چی رو دلش خواست اسپوزاری بکنه بکنه، مهم نیست. شما میتونید به معده بگید لوزر معده، بگید روده، عشقیه دیگه، اختیاریه. ولی اگر که یه بیماری روی تخت اول بود، شما پزشکش بودید داشتید سیر میکردید، اگر به طرف بگید که آقا لوزر معدهش رو در بیار و بعد منظورتون معده باشه، خب طرف رو میکشید. این که چهار نفر دور هم دیگه جمع شن، یکیش مدیر یه تلویزیون باشه، یکیش یه پروفسور نمیدونم دستگاه های تشخیص فران باشه در دانشگاه کولومبیا و بگن که با یه دولت در تبعید تشکیل میدیم، و حتی دیروز به من گفتن که آیه دکتر کنگلو نامه ای رو با عنوان رئیس دولت در تبعید ایران به در اعتراض به ماجرای خلیج فارس نوشتند به وزارت خارجه یا کاخ سفید. خب باید دید اونها چی میفهمن، برای که اونایی که در خارج نشستن و با اصطلاحات رایج سیاسی آشنایی دارن میگن اه دولت در تبعید، دولت در تبعید برای اونها به این معنیه که این یه دولتی بوده که در ایران وجود داشته، حالا به علت انقلاب، شورش، هر چیزی از اون مملکت خارج شده، آمده بیرون
و الان به عنوان دولت در تبعید اقدام میکنید. من حرفم در این حدود که آقا کلماتی که به کار میبرید رو وزنش رو در زبان علوم سیاسی و تعهدات و قراردادهای بین‌المللی درک بکنید. این یه مسئله است که خب من مخالفم با اینکه اونها عرض کنم که این رو دولت در تبعید بخوانند و متوجه تبعات این هم نباشه. در این حال درک من از سخن شاهزاده هم در مخالفت با دولت در تبعید در راستای عرایز منه. ایشون حتی من دیدم آقای همایون رفتن گشتن یکی از سخنرانی های ایشون رو پیدا کردن که در اونجا ایشون از تشکیل دولت موقت صحبت میکنه. تمام حرف ما اینه که آقا دولت در تبعید رو هیچ کسی جز شاه سابق و آقای دکتر بختیار زنده‌یاد و شاهزاده رضا پهلوی تا زمانی که قانون اساسی مشروطه رو قبول داشت کسی دیگه این نمیتونه تشکیل بده. این مسخره است که یه عده دور هم جمع شدن بگن ما دولت در تبعید هستیم. میتونن بگن ما تبعیدیانی هستیم که یه دولت موقتی تشکیل دادیم. این سمنتیک یا این حوزه معانی کلمات برای این آدم ها اصلا ارزش و اهمیتی نداره. در مطلب آقای دوشوکی هم که بخونید میبینید که میگه حالا فرقش چیه که ما اسمش رو بذاریم دولت گذار یا دولت در تبعید و مثلا نوری‌الله ملا نقطی کرده. این یه مقوله است که من سعی کردم در برنامه قبلی توضیح بدم که آقا فرنگی ها اسم های مختلفی دارن، دولت در تبعید دارن، دولت گذار دارن، دولت موقت دارن. اینها همه تعریف های معین علمی دارن و نمیشه هر چیزی رو به جای چیز دیگه به کار برد و این تبعات داره. اما پرسش فعلی شما اینه که خب اگر که تو با دولت موقت مخالفی و شاهزاده هم عرض کنم که اونها هم رهبری شاهزاده رو قبول ندارن و تو هم که میگی که اول بذاری دورم دیگه جمع شیم بعد ببینیم شاهزاده کجای قضیه قرار میگیره، پس چرا نمیری با اونها همکاری بکنی؟ به خاطر اینه که به نظر من هیچ کدوم اونها نه وزن سیاسی دارند نه آشنایی با امور سیاسی دارند و بیشتر از روی حالا یا حسن نیت دارند اما سوادشو ندارند و یا اینکه نه اصلا سوء نیت دارند و میخوان از اسم دولت در تبعید که هیچ کسی نمیتونه تشکیلش بده استفاده بکنن و از مزایایی برخوردار بشن. به هر حال من هیچ کدوم نه آقای شهرام همایون رو جز به عنوان یک برنامه ساز تلویزیونی و آقای کنگلو رو به عنوان یک دانشمند ایرانی شخصیت های سیاسی نمیدونم که اونا برن یه چیزی رو درست بکنن من برم و به اونها بپیوندم. اگر سابقه هم باشه حد اکثرش اینه که اونا بیان و به ما بپیوندن که 15 سال تشکیلات درست کردیم در این زمینه صحبت میکنیم. نمیگم بعد بیانا، میگم که اگر که بخوایم منطق را رعایت بکنیم. و در این حال خب این شورای دوران گذار، مدیریت دوران گذار هم به وجود آمده که من فکر میکنم که اساساً یکی از برنامه های این جریانی که آقای شهرام همایون و کنگلو عرض کنم که درست کردن برای بی‌حیثیت کردن و از بین بردن اونه. و جالب بود که دیدم که یه آقایی هم به نام رضا حاضری که اخیراً سر و کلش پیدا شده در سیاست در ایمیل خودش نوشته بودش که الان پرچم مخالفت و از بین بردن شورای مدیریت دوران گذار در دست آقای شهرام همایونه. و بعدم البته هرچی از دهنش در آمده بود به من و آقای شریعت مداری اطلاق کرده بود در برنامه های آقای شهرام همایونم هستش. در حال من هیچ نوع رغبتی و هیچ نوع امیدی به این که کار اونها به جلسه ندارم. آقای دکتر نوری‌الله، صحبت امید نیست. اولا اشاره کردید، وقتی اشاره میکنید منم میدونید من فامیلم فروزنده هست ولی فروزنده تبریزیه و این یه ویژگی رو داره و اصلا مصلحت خودم هم رعایت نمی کنم. خواهش میکنم از آقای دکتر حاضری
که به نظر من شعبان جعفری کانال یک هستن اصلا اشاره نکنید، چون ایشون خیلی درد این بیشتر می‌خورن که اگر به ایتالیا برن و ببینن که موسولینی چجوری حزب فاشیسم رو تأسیس کرد. بنابراین بریم سراغ آدم‌هایی که گفتار سازنده دارن و شخصیت مستقل دارن و فقط با هویت تلویزیونیشون شناخته نمیشه. این پرانتز برای اینکه وارد این حاشیه اگر بشیم وقت دستمون رو از دست میدیم. ببینید شما معتقدید که اونا باید بیان به شما بپیونده. چرا؟ شما فرمودید که ما که 15 ساله در این زمینه سابقه داریم. اگر قرار پیوستن باشه اینا بیان باید به ما بپیوندن، نه اینکه ما بریم به بسیار خوب، نه اینکه اونها به شما بپیوندن و نه شما به اونا بپیوندید. چرا هر دو به هم نپیوندید؟ چرا شورای گذار هم آیه فروزنده من عرض کردم مثلا قبولشون ندارم به عنوان شخصیت سیاسی، اندیشمند سیاسی، فعال سیاسی. یکیش یه استاد دانشگاه در زمینه بیولوژیه، یکی هم یه برنامه ساز تلویزیونیه. اصلا اینا حق ندارن در این زمینه حرف بزنن. دکتر نوریالا، هر کسی در زمینه مسائل مربوط به کشورش، من فکر میکنم من شما هم عقیده این، حق داره حرف بزنه. البته شما... که حق داره، من نمیپیوندم بهش، منم حق دارم نپیوندم. خب بنابراین این جدایی و مفارقت آیا به نفع جنبش مردم ایران امروز؟ یعنی اگر قرار باشه بر مبنای صحبتی که شما میکنید ابتدا رزومه سیاسی افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره، این فکر نمیکنید که یه مقداری ما را اصلا از قضیه پرت میکنه؟ بذارید خدمتتون یه نکته رو بگم از این بحثایی که من به هر حال همه رو با دقت تعقیب کردم. هم در مورد آقای دکتر الهیار کنگرلو، بسیار شخصیت جالبی است، بسیار خوب صحبت میکنه و همه این زمینه‌ها رو به هم دیگه وصل میکنه، در مورد برای هر پرسشی پاسخی رو حتما داره. آدم اینطور که سوابقش نشون میده تحصیل کرده و محترم است. اما اتفاقا در برنامه خود جناب آقای شهرام همایون معلوم شد که ایشون چجور شخصیتی است. آقای شهرام همایون به حق اشاره میکرد و میخواست دلیل خروج ایشون رو از اقنوس بدونه. آقای دکتر الهیار کنگرلو از پاسخ به این سوال آقای همایون امتناع، تا اینکه بالاخره در یک راهی رو خودشون پیدا کردن و من اشاره میکنم برنامه های شبانه شماره 405 و 409 آقای شهرام همایون رو ببینید که این پرسش رو آقای همایون از آقای دکتر سیروس کنگرلو برادر ایشون مد. به استناد محتوای اظهارات صمیمانه دکتر سیروس کنگرلو در مورد برادرش، من به نتیجه‌گیری شخصی خودم رسیدم. یعنی هیچ ایرادی نمی‌بینم که یه شخصیت فیزیکدان، یه شخصیت معتبر علمی که دید سیاسی مشخصی هم خیلی روشن نداره، این بیاد در آینده ایرانی که یک نظام پارلمانی خیلی محکم وجود داشته باشه و رئیس جمهور به عنوان یک نماد فقط باشه حضور داشته باشه، ولی در امور اجرایی و خلاصه کارهای مملکت هیچ نوع سرشته‌ای نداشته باشه. یک عامل تشریفاتی دکتر الهیار کنگرلو کاملا برازنده چنین سمتی هست و کاندیدای چنین سمتی هست و اگر کاندیدای چنین سمتی باشه حتما من بهش رأی میدم، ولی مسئولیت اداره کشور رو هرگز به دست آقای کنگرلو نمیدم. همونطور که ایشون کاملا تسلیم شد و بازی رو باخت به عواملی که در برنامه 405 و 409 آقای شهرام همایون برنامه شبانش به اون اشاره میشه. ملازم فرمود، یعنی به دلیل همون دو برنامه به نظر من ایشون نمیتونه مسئولیت اجرایی داشته باشه. از در حد تشریفات سیاسی و آبروی سیاسی و
و برای دکور سیاسی یک کشور ایشون شخصیت بسیار توانمند است و در یه نظام پارلمانی احتمالاً رئیس جمهور یه همچین نقشی رو خواهد. اما آقای دکتر نوری‌علا به هر حال از یه جایی آدم ها با هم نزدیک بشن. شما از اون بر می‌فرمایید که به شورای گذار نزدیک شدی. اولا شما به گذار شورای نوع همکاریتون ممکنه دکتر نوری‌علا روشن بفرمایید با شورای گذار چجوریه؟ پیوستن شما با شورای گذار چجوری است؟ این رو ممکنه یه توضیح بدید برای آدم ناواردی مثل من که بدونه؟ از کنم حضورتون که در دو سال پیش که ما در فرانکفورت کنگره ششم سکولار دموکرات ها رو برگزار میکردیم، آقای شریعت مداری از هامبورگ آمدن به فرانکفورت و در اون کنگره سخنرانی کردند و خبر دادند که چند نفری که بیشتر همون در اقامت دارن در هامبورگ و عرض کنم که برلین که نزدیک به هم هستند، اینها با هم نشستن فکر کردن و گفتن که بد نیستش که ما یه تشکلی رو به وجود بیاریم که منجر بشه به ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات برای براندازی حکومت اسلام. و در پایان سخنرانیشون هم از من دعوت کردن که من به این شورا بپیوندم. من هم با کمال میل شخصی به طور شخصی پذیرفتم، برای که این شورای گذار قرار نیستش که از پیوستن سازمان‌ها و احزاب سیاسی به وجود بیاد. آدم‌های مختلف رو تشخیص میدن که به درد می‌خورن و دعوت می‌کنن. بنده رفتم و قرار شد که در جلسات هفتگی این تشکل شرکت بکنم، به عنوان در واقع یکی از بنیانگذاران این تشکلی که می‌خواست یک سال دیگه اعلام موجودیت بکنه. و خب یه چندین جلسه هم در اونجا شرکت کردم، نظرات خودم رو بیان کردم و در اون وسط یه حادثه ای رخ داد و اون این بودش که چند تا از این احزاب، من میگم منطقه‌ای یا قومیتی، اینها با چند تا از احزاب کمونیستی با همدیگه عرض کنم که یک نامه مشترکی رو یا یه تفاهم نامه مشترکی رو منتشر کردند که در اون خواستار ایجاد یک ایران فدرال بر اساس حق تعیین سرنوشت شدن. من از سالها در این مورد نوشتم، الانم روی سایت من یک کتابی در این زمینه به رایگان وجود داره که هر کسی بخواد میتونه بخونه. من اعتقادم بر اینه که حق تعیین سرنوشت یعنی حق جدا شدن، حق تجزیه ایران، و در نتیجه هر کسی که چنین حقی رو مطالبه بکنه قصدش تجزیه ایرانه. و عرض کنم که فدرالیسم رو هم اصلا ربطی نمیدانم بینش و بین حق تعیین سرنوشت. فدرالیسم در معنای واقعی و رایج بین‌المللی خودش یعنی خودگردان کردن مناطق مختلف کشور بر اساس تقسیمات کشوری که بر بنیاد آمایش سرزمین صورت میگیره. بنابراین فدرالیسم قومیتی اینها را من قبول ندارم. در این میانه دیدم که آقای شریعت مداری برداشتن یه نامه‌ای نوشتن و تبریک گفتن صدور این تفاهم نامه رو. خب تکلیف من روشن شد. من گفتم که در تشکیلاتی که در رأسش آدمی نشسته که این آدم حق تعیین سرنوشت و فدرالیسم قومی رو تبریک میگه، من نمیتونم کار بکنم. بنابراین بهشون اطلاع دادم که من از این پس در تشکیلات شما کار نمیکنم. تا اینکه یک سالی گذشت و رسیدیم به مقطع اعلام موجودیت این شورای مدیریت گذار در لندن و به واسطه دوستی به من هم پیغام دادن که در اسناد این مدیریت گذار هیچ گونه نامی از فدرالیسم و از حق تعیین سرنوشت ذکر نشده و در مقابلش از تعهد به حفظ تمامیت ارضی ایران و یک پارچگی ملت ایران به عنوان یک
گزینه یا به عنوان یک تعهد مطرح شده است. منم اسناد رو خوندم، خوشم آمد و در نتیجه تصمیم گرفتم که در مراسم عرض کنم که اعلام موجودیت این تشکل یک پیغام ویدئویی بدم و بگم که من فکر میکنم که مقدمات ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات معتقد به حفظ تمامیت ارضی ایران به وجود آمده و از همه سکولار دموکرات های دیگر هم دعوت میکنم که به تقویت این جریان بپردازیم. پس از مدتی با من تماس گرفته شد و گفتند که شما که از این مدیریت از روز اول دعوت شده بودی استعفا که نداده بودی، فقط گفته بودی من در جلساتشون شرکت نمی کنم. حالا با توجه به این اسناد و با توجه به این حمایتی که از این شورا کردی، خب برگرد در جلسات شرکت کن و نظرت رو بده. من گفتم که من این کار رو می کنم، بر می گردم، اما هنوز خودم رو عضو تمام و کمال عرض کنم که این تشکیلات نمی بینم. فقط میام تو که ببینم که دارید چی کار می کنید به عنوان یک شاهد و ناظر مشفق و منتقد شما عمل می کنم. صحبت‌های بسیاری هم با آقای شریعت مداری در این زمینه کردیم. ایشون گفتن که من متعهد هستم به حفظ تمامیت ارضی ایران و به عدم تمرکز به جای فدرالیسم و در این مورد تعهد میسپارم و غیره. در نتیجه از اون به بعد من در جلسات شرکت کردم، هر وقتم که نظری داشتم به صراحت بیان کردم و حتی دعوت کردم از مدیرانی که در این تشکیلات هستند که بیان در مهستان جنبش سکولار دموکراسی توضیح بدن دارن چی کار میکنن. برای اینکه اعتقاد من این است که یکی از ضعف‌های عمده این شورا پاسخگو نبودن، شفاف نبودن نسبت به مردم ایرانه. ممکنه خیلی فعالیت‌های مختلف مفیدی رو انجام بدن، اما برای آلترناتیو شدن باید شفاف و پاسخگو در مقابل ملت ایران بود و به همین دلیل تلاش خودم رو کردم. الان هم یه پیشنهاد جدیدی بهشون دادم که باید اینها اگر پول ندارند تلویزیون مستقل خودشون رو داشته باشند، باید از یک تلویزیون های دیگری وقت بخرند و برنامه های هفتگی یا روزانه تلویزیونی داشته باشند و گزارش به ملت ایران بدن. اصلا این اهمیت نداره که مدیران شورا رفتن با نمایندگان پارلمان اروپا صحبت کردن. اینها وقتی صحبتشون مؤثر و دقیق خواهد بود که مأموریت گرفته باشن از مردم ایران. مردم ایران که میان توی خیابون در عین این که بگن چی نمیخواهیم، بتونن بگن چی میخواهیم و انگشت اشاره رو به سوی این شورا هست. و این فقط از طریق شفاف بودن، پاسخگو بودن و جلب اعتماد ممکنه. روابط من با شورا در این حده. خودم رو مشاور، منتقد و مشفق این جریان میدونم. ببینید، واقعیت این است که سازمان‌های متعددی وجود دارن. بعضی از این سازمان‌ها فقط خودش هست و اون دبیر کلش و هیچ چیز دیگه پشت‌سر این سازمان ها نیست. یعنی اگر شما به من اجازه بدید تا پایان برنامه من میتونم 10-15 تا سازمان مختلف رو برای شما خلق بچم پشت‌سرش نیست. من منظورم این نوع سازماندهی، سازماندهی ریشه‌ای است. به هر حال یه عده‌ای به علت سابقه طولانی سیاسی و هزاران از ده ها عامل دیگه آمدن یه کارایی رو کردن یا مایلن که در این زمینه مطرح. چرا شما فکر نمی کنید باید پیشنهاد خوبی رو کرد، گفتید که به شورای گذار وقتی رو بخرم از یه تلویزیونی یا به هر حال یه جوری به مردم در دان گزارش من فکر می‌کنم این نه تنها در شورای گذار صادق است، در مورد همه نهادها صادقه و این کار درستی است. حتی در مورد نهادهایی که تحت رهبری خود جناب عالی هستن هم این چنین فعالیتی ضرورت، منظورم فعالیت تلویزیونی است.
علاوه بر این که خب شما نهادهایی رو دارید روی شبکه‌های اجتماعی که اینا شناخته شده است و سالهای سال کار کردن، مثل همین میراث پاسارگاد که خانم میرزادگی اون رو اداره میکنن و اون دیگه احتیاج به تلویزیون نداره، اینقدر در طول سالها کار کرده که بسیاری از مجامع بین‌المللی هم میشناسنش و قبولش دارن. حالا من پیشنهادم یه پیشنهاد مشخصی است. این پیشنهاد خرید وقت از تلویزیون رو چرا تسری نمیدید که آقا هر نهادی که میخواد میتونه بیاد یه وقت مثلا 3 ساعت در هفته رو 2 ساعت بنی هر چقدر که بوده از یه تلویزیونی تهیه بکنید و هر کسی که مدعی است، البته با یه ضوابط خیلی خیلی مشخص و نه خیلی سختگیرانه، یعنی صلاحیت فرض کنید که آقای دکتر تنگرلو رو شما تعیین نمی‌کنید، به هر حال یه شخصیت شناخته شده است، اونم میاد سر میز و در یه تلویزیونی که زیر سلطه به اصطلاح کانال 1 نباشه، یعنی یه تلویزیون فارغ از کانال 1، یا اگر در کانال 1 هست اون برنامه در واقع توسط آقای شهرام همایون اداره نشه، یا عنصری که خودتون بتونید با هم دیگه توافق بکنید اداره بشه، یا در اون تلویزیون یا در تلویزیون دیگری که روشن میشه و این نهادها بتونن در یه وقت 2-3 ساعته بشینن و بر مبنای یه اصول توافق شده شروع کنن به جلو رفتن. این مسئله گزارش دادن به مردم ایران به این ترتیب راه میونبر براش زده میشه و مردم در جریان تک تک این جریانات قرار میگیرن، شما رو بهتر میشناسن، آقای کنگرلو رو بهتر میشناسن، شورای گذار رو بهتر میشناسن، جبهه ملی ایران رو بهتر میشناسن. آیا فکر کردید که ممکنه یه همچین راه حلی بتونه کمک بکنه؟ چون ما در شرایطی هستیم که اگر به همین ترتیب ادامه بدیم با توجه به سن و سالامون هممون به هر حال یا کرونا زده میشیم یا به طور طبیعی کرونای عمر به سراغمون میاد. در خدمت. حرف شما درسته، ولی این وظیفه من نیستش که همه سازمان ها رو وادار بکنم یا تشویق بکنم برن برنامه تلویزیونی داشته باشن. ما به عنوان یه تشکیلات در جنبش سکولار دموکراسی و مهستان اون و حزب سکولار دموکرات ایرانیان در این زمینه همیشه فعال بوده ایم و حالا هم صحبت کرده ایم با همین تلویزیونی که شما درش برنامه دارید. از هفتم ماه مه برنامه های هفتگی ما در اونجا پخش خواهد شد. حتی آقای نوریزاده یک بار که دعوت شدند به مهستان جنبش سکولار دموکراسی و دیدند که ما هر یک شنبه برنامه داریم خیلی تشویق شدند و گفتند من میرم مطالعه میکنم که اگر بشه این برنامه های 3 ساعته شما رو از تلویزیون خودم هم پخش بکنم، که البته هنوز در این زمینه توفیقی به دست نیامده. تشویق من نسبت به شورایی که میپسندم و حمایت میکنند هم این بوده است که برید برنامه تلویزیونی درست بکنید. منم اگر کاری از دستم بر بیاد، به حال میدونید من در کار فنی تلویزیون هم آشنایی دارم، در نوشتن سناریو، در عرض کنم که ایجاد فضاهای تلویزیونی، گفتم منم کمکتون میکنم در همه این زمینه ها. اونها هم گویا اقدام کردند و احتمالاً برنامه هاشون به زودی شروع خواهد شد، شاید در از آخر ماه مه. و حتی وقتی که این پیشنهاد از جانب آقای شهرام همایون شد ما تردیدی نکردیم، یعنی ایشون گفتن من میخوام از احزاب مختلف دعوت بکنم که نمایندگانشون بیان در هفته بشینن و اونجا صحبت بکنن. ابتدا عرض کنم که آقای منوچهر یزدیان که دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان هست در این جلسات شرکت کردن و بعد مسائلی پیش آمد که اعتراضات ایشون مورد توجه قرار نگرفت و ایشون گفتن من دیگه در اون برنامه شرکت نمی کنم. به جاش معاون خودشون آقای میلاد آقایی رو فرستادن در اونجا و بعد از مدتی آقای میلاد آقایی حذف شدن و سپس جریان اینگونه گردید که آقای شهرام همایون دیگه
برنامه گزار تلویزیونی نیست، رهبر یک جریانی است به نام جنبش ملی ما هستیم و تلویزیونش کلن در اختیار آقای نوریالا متوجه شدم. ولی ببینید، من اولا خیلی خوشحالم که شما امروز اعلام فرمودید از هفتم ماه می در تلویزیون ایران فردا هستید. از اقلا از طریق شما من متوجه شدم این کار داره انجام میشه. تشکیلات ما هست، تشکیلات شما. بله، من از طریق شما دارم متوجه میشم که این کار داره انجام میشه. بازم خدا پدر شما رو بیامرزه، تلویزیون که کوچکترین اطلاعی به من نداده بود همچین چیزی هست. ولی من باز منظور من این نیست. در یه تلویزیونی که انتخاب میشه، شما روی حقانیت آقای شهرام همایون، روی این که به هر حال کلاه ما هستیم داره و کلاه مدیر تلویزیونی، روی این اصرار نکنید. در هر تلویزیونی اگر آقای شما رفتید، شورای گذار آمد، آقای کنگرلو اومد و و و جبهه ملی آمد، همه اینا آمدن سر میز نشستن، ایشون هم میتونه به عنوان رهبر جنبش ما هستیم بیاد و سر میز بشینه. درسته در این مورد؟ خیلی خوب، من دارم اینو پیشنهاد میکنم. حالا در کنار تلویزیون ایران فردا که امیدوارم در این جهت ها قدم برداره و بیفته جلو و بتونه کاری بکنه، یکیش تلویزیون ایران فردا ظاهرا میتونه باشه. من میگم مثلا از طریق شما دارم متوجه میشم یه همچین جریانی هست، چون هیچ ارتباطی با آقای نوریزاده ندارم. در طول 91 برنامه گذشته شاید 3 یا 4 بار، هر بار به مدت 10 دقیقه به مناسبتی با ایشون فقط صحبت کردم. و آزادی فوق‌العاده‌ای در این تلویزیون وجود داره، ولی ارتباط ارگانیک وجود نداره. اما یه نکته هست، حالا روی تلویزیون شما انگشت نگذارید. اگر این سازمانایی که میخوان سر میز مذاکره بشینن، هزینه حداقل تایم رو تامین بکنن، اگر تلویزیون ایران فردا میتونه این کارو بکنه، خب بکنه. اگر نمیکنه، خب در یکی از تلویزیونهای دیگه درس میکنم. خب خود تلویزیون کانال یک هم میتونه باشه، بدون اینکه آقای شهرام همایون رهبری و دخالتی داشته باشه در اون برنامه اداره کنندش، میتونه به عنوان یه شرکت کننده بیاد و تابع اون نظم باشه و برنامه تحت مدیریت که مورد قبول همه باشه اداره بشه. یعنی این یه قدم به جلوست که به هر حال سر شما سخنتون دوگانه شد. اول صحبت این بودش که هر تشکیلاتی بره برنامه تلویزیونی اجرا بکنه، خودشو به مردم ایران معرفی بکنه. الان صحبت اینو میکنید که برن همه با هم دیگه دور یه میز بشینن و هم مذاکره بکنن. این دومی به نظر من اون اولویتی رو که اولی داره نداره. ولی ما این کارو کردیم، در هر کجایی که دعوت شده باشه از ما رفتیم، نمایندگان ما رفتن و حرف خودشون رو زدن، حرفی درش نیستش. ما رقیب همیم. من معتقدم که ما 8 جور آلترناتیو الان داریم که هر کدوم از اینها باز خودشون 2 نوعند، یعنی 16 تا آلترناتیو داریم. نگاه بکنید، ما مجاهدین رو داریم، دگرگونی خواهان مسلمان رو داریم، فدرالیست ها رو داریم، تمرکز طلبان رو داریم، سوسیال دموکرات ها رو داریم، عرض کنم که لیبرال دموکرات ها رو داریم، خود لیبرال ها رو داریم، کمونیست ها رو داریم. بعد تازه بحث سر اینه که رژیم ایران بخواد جمهوری خواه بشه یا سلطنت طلب هم باشه، بین اینا اختلاف هستش. ما اینا رو رقیب خودمون میدونیم. ما معتقدیم که در ایران اگر یک رژیم سکولار دموکرات مستقر نشه، هر کدوم اینا که بیان سر کار یک استبداد وحشتناکی رو آقای میدونید چه اتفاقی افتاد؟ اتاق فرمان به من میگه وقت شما تمام شد و این دلم میخواد الان نمیدونم چیکار کنم، ولی باید به هر حال قانون بازی همینه. باشه آقای دکتر نوریان، بحث دفعه آینده رو برای 4مین بار از همینجا از شما دعوت میکنم و در شروع برنامه همین سوال آخر من و پاسخ شما رو میگذاریم و بحث از همینجا ادامه میدیم. ما نباید رقیب هم باشیم در شرایط کنون. تفاوت نظر من با شما در اینجاست، ما نباید رقیب هم باشیم. قبل من که عضو سازمان مدنیت دارم به طور عام میگم، نباید رقیب هم باشیم. ما باید برای نجات کشور،
جانم؟ من مخالف نظر شما هستم. من میگم که مجاهدین رقیب سکولار دموکرات. آقای دکتر نوری نگرش دادید همینجا. بینندگان عزیز به من اشاره میکنن از وقتم تجاوز کردم، ولی به شما قول میدم دکتر نوری الله مهمان هفته آینده من خواهد بود و برنامه من مقدمه نخواهد داشت و از همین پرسش و پاسخ آخر اون رو ادامه خواهیم. آقای دکتر نوری الله یک بار دیگه از شما تشکر میکنم به خاطر شرکت در برنامه. بینندگان عزیز هر جا که هستید یک بار دیگه تشکر میکنم از دکتر علیرضا نوری‌زاده مدیر عامل و مؤسس تلویزیون شبکه ایران فردا. همینطور تشکر ویژه دارم از علی همکار زحمتکش خودم که با دقت این برنامه رو تعقیب میکنه و همینطور هومن و سایر عوامل فنی تلویزیون ایران فردا. هر جا که هستید لبهاتون بر لبخند، دلهاتون شاد، روزگار به کام، وقت شما بخیر.